در وضعیت فعلی کشور هیچ کس نمیتواند به ضرس قاطع یک پیشبینی درست بکند. هرچند سیاستمدار کهنه کار باشد، خود ترامپ و پوتین هم نمیدانند کی جنگ میشود و در چه شرایطی انجام میشود. اونی که خیلی مهمه این است که مردم الان، یعنی که میگم مردم، 80% جامعه، 80% که زیر خط فقرن، یعنی هر نفر 4 میلیون تومان باید داشته باشه، دخل باید داشته باشه تا بهش فقیر نگن. حالا شما حساب کن که خانواده 3 نفره 12 میلیون لازم داره، در حالی که 2-3 میلیون بیشتر درآمد عمده مردم نیست. حالا اکثر مردم با جون کندن زندگی میکنن. شاید خیلی آرزو داشته باشن که جنگ بشه، میگن خلاص بشیم از دست روزمرگی. همطور که اگر شما توی کوچه و خیابون و بازار و مغازه عبور کنی میشنوی فشار بسیار زیاد باعث میشه مردم آرزوی مرگ کنن. گرچه جنگ چیز خیلی بدیه، چون ما تجربهش رو در جنگ با صدام داشتیم. حالا مسائل جبهه یه طرف، داخل شهرها چه افتضاحی بود، چه انهدامی بود. تازه اون جنگ 1000 درجه کوچکتر نسبت جنگی است که در تدارکش هستن یا در گفتگوش هستن. جنگ چرا می شود؟ به خاطر اینکه عدالت نیست. اگر عدالت باشه، حاکمیت مال مردم رو خرج خودشون میکرد و بدین ترتیب کمتر نگاهش به بیرون از اینجا بود. میگن اگر ما هوای بیرون رو نداشتیم، دشمن میومد تهران. خب این مسئله برای شاه هم بود، چون دشمن نیومد تهران زمان شاه. زمان شاه قدرت ایران هم زیاد بود. دقت کنید، از اول خشت کج بناشو تا آخرش رفت. یعنی که منایه در صدور انقلاب برو بالاتر. این که من میگم نه دیانت نه سیاست، سر همین برو بالاتر. جهاد، خود جهاد یعنی چی؟ کشور گشایی. دفاع نیست که، دفاع یعنی حکومتی به کشور حمله کنه، این واجب همه با چنگ و دندون دفاع. ولی جهاد که قانون اسلامه، یعنی کشور گشایی، یعنی جهان خارجی، یعنی گستره حکمیت. جنگ بده، بسیار بده، و خدا به داد این مردم برسه. چون جنگ بشه یا نشه، این مردم نابودن. گرچه منافع خیلی ها در جنگ، وقایعشون در جنگ. اگر جنگ بشه، قسمت عمده مردم از بین میره در اثر مسائل آنی و بعدیش. یعنی حالا اونا که از بین میره، با توجه به تکنیک پیشرفته عصر حاضر که از کلم 1000 برابر از جنگ با صدام سنگید، و زیر ساختا که از بین بره، صدها که نابود بشه، برق نباشه، گاز نباشه، آب نباشه،
ملت از بین میرن و همیشه ضعفا نابود شدن تو جنگ ها. این آمار تاریخ، قدرتمندان جانشون خوب بوده، اگرم اوضاع خراب بشه جاهای دیگه جای امن دارن، ولی این نیازمندان فقرا گرفتار هستن. از خدا میخوام که راحتی رو برای ملت فراهم کنه، اقتصاد نابود رو اصلاح کنه و امنیت و آرامش به این ملت بده. ولی همیشه سر حرفم هستم که تمام بدبختی های هزاران ساله بشریت به خاطر دو لبه قیچیه، یکی سیاست، یکی دیانت.